سلام خدا، سلام بر شما. به برنامه نگرش خوش آمدید. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است که حکومت وحدت ملی آنچرا که حق زنان در مشارکت سیاسی کشور بوده است برآوردن نساخته است و برای تغییر وضعیت کنونی باید کارهای بیشتر انجام شود. از طرف دیگر رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان گفته است که حضور زنان در نهادهای حکومتی به ویژه در شورای عالی صلح افغانستان سمبولیک بوده است، اما رئیس دارانشای شورای عالی صلح افغانستان این ادعا را رد کرده. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم پس از گزارش ادامه برنامه. از خشونت‌های خانوادگی در برابر زنان تا تلاش‌های زنان در مشارکت سیاسی کشور، اما با این همه حضور کمرنگ زنان در سیاست، آزار و اذیت جنسی زنان، فرصت اندک برای زنان و تبعیض جنسیتی از چالش‌های زنان به شمار می‌رود، آنچه که مایه نگرانی رئیس اجرایی نیز است. ما در حکومت باید جرأت داشته باشیم که بگوییم و اعتراف کنیم که آنچه که حق مردم افغانستان بوده در این راستا و در این زمینه ما به اون نرسیدیم، یا آنچه که وعده سپرده بودیم او تحقق پیدا نکرده. اما شما هم اطمینان داشته باشین که این ناشی از عدم اراده سیاسی نبوده، البته مشکلات و مسائلی بوده که با او مواجه بودیم که مسئولیت ماست که زمینه را مساعد بسازیم و بگذریم از این مشکلات. با باور دکتر عبدالله حضور زنان در نظام نمادی نه بلکه به اساس ظرفیت‌هایشان است. تعییناتی که صورت گرفته باز تنها مسئله حضور به شکل سمبولیک مد نظر نبوده، بلکه زنانی که مؤثریت و کارایی و تخصص و توانایی و مدیریت و قوی رهبری خوب داشتن به کار گماشته شد. پژوهش‌های نهاد تحقیقاتی زنان و کودکان نشان می‌دهد که نگرانی از حضور زنان در عرصه‌های مختلف وجود دارد و مشارکت سیاسی آنان نسبت به چند سال پیش کمرنگ شده است. سلام مجدد، به این برنامه نگرش خوش آمدید. مهمان من در برنامه خانم زرقا یفتلی، رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان، و قرار است لحظات بعد خانم حبیبه دانشوز و مجلس نمایندگان نیز در بحث با ما شرکت کنند. خانم یفتلی سلام و برنامه خوش آمدید. خانم یفتلی، چقدر در حکومت وحدت ملی برای زنان واقعا نقش مؤثر و کار داده شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تقدیم میکنم بر شما و بیننده های نهایت گرامی تان که فعلا برنامه تان را تماشا میکنن. خب ای که در حکومت وحدت ملی تا چه اندازه بر زنها نقش داده شده، اگر ما وضعیت امروز با 1.5 دهه پیشتر مقایسه کنیم، یعنی واقعا تغییرات در زندگی زنها و خصوص نقش زنها در سیاست و رده های تصمیم گیری آمده است. اما 1.5 دهه پیش از امروز یا بالاخره 2 سال 3 سال پیش از امروز حکومت وحدت ملی نبوده، مشخص بالای حکومت وحدت ملی پیدا. بله، خب زمانی که حکومت وحدت ملی ایجاد شد در شروع، یعنی تعهد بسیار زیاد در رابطه با مشارکت سیاسی زنها و حضور زنها در سطوح رهبری دیده می شد. مثلا ما دیدیم که 4 زن وزیر ما داشتیم در کابینه افغانستان و همچنان ما 2 عالی زن داشتیم، ولی خب ما یک تعداد معین های زن هم داشتیم و یک تعداد سفرا داشتیم. این همیشه دستاورد هایی بود که من حیث یک شاخصه بسیار خوب بر حکومت وحدت ملی، اما سوی حکومت وحدت ملی یعنی پیشکش می شد به مردم افغانستان و جامعه جهانی هم و هم به سایر نهادها، واقعا یک دستاورد بود. ولی متاسفانه نگرانی هایی که امروز وجود داره و ما عملا شاهد هستیم، ما می بینیم که حضور زنها در عرصه رهبری کم رنگ شده. مثلا ما 4 وزیر امروز نداریم، 4 وزیر زن امروز نداریم، ما امروز 2 وزیر زن داریم و 1 وزیر دیگه هم که نامزد هستن و یقین وجود نداره، تضمین وجود نداره که آیا اونا میتونن که رای اعتماد به دست بیارن و یا نه. و متاسفانه امروز ما هیچ والی زن هم نداریم در هیچ یک از ولایت افغانستان. یعنی این خودش یکی از موارد بوده که سبب نگرانی شده برای یک تعداد زیاد شهروندان افغانستان، بخصوص برای فعالین حقوق زن. و ما به این شدیم تا دادخواهی‌های بیشتر داشته باشیم، دادخواهی‌های متمرکز داشته باشیم برای افزایش مشارکت سیاسی زنها، بخصوص حضور زنها در سطوح رهبری. اما قسمی
که یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی این بود که زنها 30% سهمیه برشان داده میشه در سطح رهبری، که متاسفانه ما فکر میکنم که امروز ما حدود 20 یا زیاد کم بیشتر از 20 یا پایینتر از 20 ما زنها را در سطوح رهبری حکومت داشته باشیم. 4 وزیر دو والی یاد کرده، تقریبا به یاد داریم در مو زمانی که 4 وزیر داشتیم اون هم زن و دو والی. تعداد از کسایی که به خاطر احقاق حقوق زنان کار میکردن اونها نقد داشتن بر عمل کرد و توانایی های آنها، اونها میگفتن که این زنان توانی و ظرفیت وزارت نداره. خب حالا باز شما میایین به نحوی از آنها میپذیرین اون چهار وزیر ناکارا را؟ بسه که اگر ما به ظرفیت ها و توانایی ها بگردیم و امو مد نظر ما باشه، خب امروز ما یک تعداد زیاد مردها را داریم که در کابینه حضور دارن ولی اینا هم توانایی ها و کفایت لازم ندارن، ولی از آنجایی که دید جامعه متفاوت است بر مردها نسبت به زنها، این سبب شوه که اجگاه از این وزرای نام برده نشوه، ولی همیشه در جامعه در خیلی از طرف خود زنها و از بود برای جونها. خب یعنی حضور ما مشارکت فراگیر زنها را می خواهیم و اگر مثلا زنانی که توانایی لازم ندارن و در پست های کلیدی حکومتی انتخاب شدن، خوب است که ما به قسمت ظرفیت پروری از اونها برنامه های داشته باشه که تا این زنها زمانی که به یک جای انتخاب میشن بتوانن توانایی های لازم پیدا کنن و موضوعی که مهم از این قسمت و میتونه که در قسمت توانمندسازی زنها و بخصوص در سطوح رهبری مؤثر باشه، اما دادن صلاحیت های لازم در کنار مسئولیت های کنا دارن. ارگاه مسئولیت سپرده میشه و در کنار مسئولیت صلاحیت، یعنی تبعیض وجود نداشته باشه، یعنی تبعیض وجود نداشته باشه و محدود نشه و عرصه کاری برشان محدود نشه و در ساختار یا دمو لایه وظایفی که اینا دارن امو سمت را که اشغال میکنن باید اونمو صلاحیت هم برشان داده شه. در صورت مسئولیت بدون صلاحیت به نظر من خودش یک عامل است که میتونه باعث کمرنگ بودن فعالیت یک شخص شوه و شخص یعنی زیاد فعال نشان ندهد. شما از چهار والی و دو چهار وزیر دو والی و بالاخره تعداد از موینا یاد کردید و در ضمن تعداد از سفرا، خب چقدر نقش اینا معنادار بوده؟ آیا نقش اینا این تعداد زنایی که در حکومت افغانستان کار میکردن نقش سمبولیک بوده یا واقعا نقش معنادار رو تصمیم گرفته؟ خب ای که ای زنها چقدر نقششان واقعی بوده و یا ای که سمبولیک بوده ای یک بحث جداست. آنچه را که ما برش دادخواهی میکنیم و اکثریت نهادهای حقوق زن با او دادخواهی میکنیم ایست که وقتی که یک زن در یک سمت رهبری در یک ارگان اداره در یک وزارت قرار میگیره، ای طبعاً تاثیرگذار از بالای وضعیت زندگی تمام زنهای افغانستان داخل. یعنی او میتونه که زمینه را بسیار مساعد بسازه با او زنه که هر ظرفیت داشته باشه، اون زمینه رو مساعد می‌سازه برای یک زنی که در یک قرا و قصبه دور افتاده بالاخره زندگی میکنه. هرگاه ظرفیت نداشته باشه اون شخصی که مدیر است، رهبر است، خب ظرفیت یک بحث شخصی است من فکر میکنم و ای که ظرفیت چقدر تاثیر میتونه داشته باشه بالای وضعیت دیگر زنها، خود موجودیت در یک موقف رهبری میتونه که تاثیرگذار باشه بالای زندگی سایر زنها. این میتونه انگیزه و تبر او زنهایی که امروز روزا مورد خشونت قرار میگیرن، امروز کسایی که مورد خشونت قرار میگیرن او زنی نیست که در شهرها زندگی میکنه، او زنی است که در دورترین نقطه افغانستان زندگی میکنه و او هر روز خشونت لمس میکنه. موجودیت یک زن در رهبری حکومت سبب میشه تا ای که اونمو خشونت ها کاهش پیدا کنه و وضعیت زندگی از اونا بهتر شوه. و ما همیشه این گفت تاکید کردیم و بازم تاکید میکنم که نبود ظرفیت یک چالش و یا ای که یک مشکل تنها بر زنها نیست و بخصوص زنهایی که در رهبری قرار دارن. خوب است که ما این مورده امی موضوع کم بودن ظرفیت هم ما در قبال مردهایی که امروز در سطوح رهبری قرار دارن و متاسفانه ظرفیت چندان برخوردار نیستن، ولی متاسفانه باز هم اینمی دید سنتی جامعه سبب شده که اونا به هر گونه‌ای که هستن بتانن یک بسیار به اشکال مختلف تبارز پیدا کنن، ولی یک زن اگر یک زمان مشکل از او سر میزنه سبب شوه که همیشه انگشت انتقاد به طرف از او بلند شوه و بالاخره امی یعنی در هر جا مورد انتقاد قرار بگیرن. بله، تجربه تعهد و تخصص از جمله معیارهای کاندید وزرا بود که رئیس جمهور افغانستان براش مشخص کرده بود. خب حالا وقتی که یک نامزد یا یک وزیری که این سه تا مشخصه نداشته باشه، فکر میکنید که عمل کرده اینا بالای زندگی زنان تاثیر ما
مثبت بگذاره یا خیر، که تجربه نداشته باشد، تخصص نداشته باشد و دعوتشان به عرض رفت. یک موضوع که تجربه، تخصص و تعهد برمیگرده این شعار رئیس جمهور افغانستان بود. بله بله، این برمیگرده که مؤثریت فرد در محیط کاریش میتونه که تحت شعاع قرار بده و او را بیشتر انعکاس بده که چقدر مؤثر بوده تجربه، تخصص و تعهد. ولی این که این چقدر میتونه تاثیر داشته باشه بالای زندگی سایر زنها، من موافق با این نیستم. تجربه، تخصص و تعهد میتونه که فرد که تجربه، تخصص و تعهد نداشت بازو تاثیرگذار باشه بالای یک جامعه آماری بسیار وسیع زنها را اگر ما در نظر بگیریم. اما زمانی که یک وزیر برش مسئولیت سپرده میشود اما صلاحیت نمیتونه کسب کنه، فکر میکنید که ای امی زن وزیر یا وزیر زن تأثیر بگذارد بالای بهتر شدن زندگی دیگر زنان؟ وقتی که حق خود گرفتن نمیتونه، وقتی که نمیتونه از خود دفاع کنه، پس میتونیم بگویم از یک کتله بزرگ دیگر میتونه دفاع کنه؟ متاسفانه آنچه که امروز در حکومت وحدت ملی وجود داره و مو تمرکز و یا انحصار صلاحیت ها در یک کتله و یا یک در یک قشر یا یک فرد به خصوص است، این تنها به زنها بر نمیگرده که امروز یک وزیر زن صلاحیت متناسب با مسئولیتی که داره نداره. من تا آنجایی که گزارش ها نشان میده و همگی ما و شما شاهد بودیم، اکثریت وزرایی که وجود دارن و یا اکثریت کسایی که در پست های سیاسی یعنی امروز در افغانستان قرار دارن، اینا آدمو صلاحیت مطابق به مسئولیتشان ندارن. ولی ای که ما در این مورد موافق هستم، یعنی زمانی که صلاحیت داده نشود در برابر مسئولیت، توان تاثیرگذاری بیشتر نمیتونه داشته باشه. مقصد که پیشتر هم اشاره کردم و این یکی از عوامل بود که متاسفانه محیط کاری را محدود می‌سازد، تنگ می‌سازد و بالاخره فرد نمی‌تونه، فرد یک زن وزیر است و یک مرد وزیر است، نمی‌تونه که آنچه را که لایحه وظایفش ایجاد می‌کنه و آنچه را که ساختار تشکیلاتی ایجاد می‌کنه مطابق از او عمل کرده نمی‌تونه. محدودیت‌ها تداخل وظیفه‌ای سبب میشه که فرد من حیث یک شخصی که فعال نیست و نه در عرصه کاریش نمیتونه ظهور کنه. بعد بیننده های عزیز وقفه داریم، پس از وقفه برنامه همچنان ادامه دارم. سلام و جدد به برنامه نگرش، خوش آمدید. خانم یفتلی، چقدر زنان در تصمیم گیری های کلان حکومت وحدت ملی در کل در دولت افغانستان اینا نقش دارن؟ حالا از حکومت کمی فراتر بریم بیایم به دولت. بس یک خواه من فکر میکنم که زنان نقش های لازمه در تصمیم گیری های کلان در درون دولت ندارن. اگر مثلا ما یک نظر گذرا داشته باشیم، مثلا دولت متشکل از سه قوه است: قوه اجرایه، قضاییه و مقننه است. ما متاسفانه در قوه قضاییه اگر ما ببینیم، برای نخستین بار در تاریخ افغانستان یک زن به حیث عضو دادگاه عالی معرفی شد، ولی متاسفانه این زن از مجلس افغانستان رای اعتماد به دست نآورد و امروز در رأس قوه قضایی افغانستان در شورای رهبریش ما هیچ زنی را نداریم. وقتی که زن نداشته باشه، نه اوجا حضور نداشته باشه، خود طبعا نقش هم نمیداشته باشه در تصمیم گیری. به خاطر نبود ظرفیت رد شد یا به خاطر تبعیض در کل؟ آنچه را که شواهد نشان میده و آنچه که ما عملا دیدیم، موجودیت تبعیض جنسیتی سبب شد که زنی که معرفی شده بود به دادگاه عالی نتانست که رأی اعتماد پارلمان را به دست بیاره. و در پالوی از این مشکل دیگه که واقعا وجود داشت این بود که حضور اکثریت خانم های زن در پارلمان سبب شد که حمایت و همکاری صورت نگیره و بالاخره خانم معرفی شده رأی اعتماد از پارلمان افغانستان به دست نیاره. در حالی که امروز چند یک تعداد کسای دیگه هم بودن که با پست های دیگه معرفی شده بودن و اونا رأی به دست آوردن. پس هم دیگر پذیری خانم هم اندک است. حالا خانم خانم نمیپذیرد، برای خانم رأی نمیدهد و نه از اون خشونت زن در مقابل زن. خب طبعا ما در موارد بسیار زیاد موضوعات خشونت زن یا یکی که خشونت زن بالای زن و یا مو زن ستیزی را ما داریم و نمیتونیم از این انکار کنیم. یعنی موارد مختلف سبب شده که من یک مثال دیگه هم میتونم به شما در قسمت را کنم. اما تصویب نشدن قانون منع خشونت از سوی پارلمان افغانستان هم یک از مشکلات بود که متاسفانه امروز زن هایی که در پارلمان بودن همگی اتفاق
نظر کامل نداشتن و این سبب شد که قانون منع خشونت تا حال از سوی پارلمان افغانستان تصویب نشود. و بس قوی قضاییه، اگر ما قوی مقننه را ببینیم، در قوی مقننه تعداد زنهایی را که ما داریم 25% اکثریت نیست و در بسیار موارد اگر اختلاف درونی را ما کنار بگذاریم، در هیچ صورت اینا نمیتونن که رأی اکثریت در یک موضوع خاص به دست بیارن، بخصوص در موارد تصمیم گیری. و قوی اجرایی هم به این شکل ما رهبری حضور زنها را داریم، ولی حضور زنها هم فیصدی بین 15% تا 22% تشکیل میده که اینا چون یکی از مؤلفه های دموکراسی اما انتخابات است، در هر موردی که انتخابات برگزار شوند در این صورت نمیتونن که رأی اکثریت داشته باشن. پس بنابراین یعنی نظر به مو کمیت زنها در نهادهای مختلف، ما میتونیم این را بگیم که زنها نقش مؤثر در تصمیم گیری های کلان حکومت ندارن. پس هنوز هم فرهنگ مرد سالاری در جامعه ما وجود داره؟ طبعا یکی از مشکلات است که متاسفانه در جامعه افغانستان نه تنها در ولایات، در روستاها، در ولسوالی ها، بلکه در مراکز هم این فرهنگ امروز وجود داره. با آنکه خوشبینی های وجود داره، ما امروز میبینیم که دیدگاه اکثریت کسایی که زیاد افراطی بودن در این قسمت و دیدگاه های سنتی داشتن تغییر کرده، ولی باز هم ما امیدوار هستیم و زمان بیشتر نیاز است که تا اینکه ما یک مجموعه بزرگتر از مردم افغانستان را داشته باشیم که اونا دید سنتی و دیدگاه افراطی نداشته باشن و واقعا معتقد باشن به برابری حق زن و مرد در جامعه شان. بله، بیایم به حرفای آقای عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی. اونا گفتن که حکومت وحدت ملی در تعهداتش بر زنان ناکام می باشد. خب پذیرفتن ناکامی در شرایط کنونی به چه معنا؟ من فکر میکنم پذیرفتن ناکامی به این معنی است که آنچه را که حکومت افغانستان وعده کرده بود در کنفرانس لندن و کنفرانس بروکسل و امو سهمی 30% برای زنها در سطوح رهبری بود، امروز خبر نیست از حضور سهمی 30% زنها در سطوح رهبری کشور. و یا که مثلا ما سهمی مشخص را برای زنان در شوراهای ولسوالی ها نداریم که هم میشه که یک ناکامی محسوب شوه، و یا امو کم شدن تعداد زنان در کابینه و یا یکی تعداد زنهای کوالی بودن. این یکی هم میتونه که یکی از دلایل دال بر ناکامی حکومت وحدت ملی در تعهداتش، آنچه که در شروع و یا یکی در آغاز تعهدات را که داشت، میتونه که یعنی یک عامل میتونه باشه. اما دقیقا این پذیرفتن ناکامی در شرایط کنونی به چه معنا؟ پس از سه سال یعنی خب هر نهاد، هر حکومت، هر دولت اما شاخصه های اندازه‌گیری از موفقیت ها و ناکامی های خود داره. طبعا زمانی که بررسی صورت میگیره از آنچه که تعهد شده بود و آنچه که عملا امروز در افغانستان جریان داره، یک نهاد میتونه که بررسی داشته باشه از آنچه که اتفاق افتاده بود و با اما تحلیل وضعیت از نقاط قوت و ضعف ما به این میرسیم که در کدام موارد ما قوی بودیم و در کدام موارد ضعیف هم بودیم. این هم شاید بر بگرده به مو بررسی حکومت وحدت ملی از کارکرده هایشان که تا امروز در قبال مشارکت سیاسی زنها داشتن. بله، خانم یفتلی، پذیرفتن ناکامی رای حل است یا اینکه برنامه ریزی دقیق به خاطر از اینکه برای حضور زنان در عرصه سیاست بالاخره فرصت سازی شود؟ پذیرفتن ناکامی به نظر ما خوب به این است که هر فرد متوجه میشه و در آینده پلان گذاری و برنامه گذاری دقیق تر میتونی. و پذیرفتن ناکامی رای حل نیست، باید بیشتر برای برنامه ها کار صورت بگیره، برنامه های بسیار خوب به خاطر حضور فراگیر زنها در نظر گرفته شوه و تنها تعهدات برنامه ها بروی خط باقی نمانه. ما متاسفانه یک مورد که امروز در فرهنگ افغانستان نهادینه شده و ویز که زمانی که هر کنفرانس بین المللی در رابطه با افغانستان دایر میشه، پیش از کنفرانس ما ببینیم که حکومت به خصوص حکومت وحدت ملی اسناد بسیار خوب آماده میکنه از وضعیت مردم افغانستان و از وضعیت انکشافات در افغانستان، یا حداقل وعده های خوب را میده. بله، و زمانی که این سند ارائه میشه در یک جمع از حمایت کننده های داخلی و خارجی افغانستان، شما فکر میکنید در افغانستان هیچ مشکل وجود نداره و یک کشور است که گل و گل
گذار استک برای و باید به دیگر کشورها کمک کنه، ولی در عمل تعهد سپرده میشه، اسناد آماده میشه، تدوین میشه، ولی زمانی که مرحله تدبیق و یا اجرا میه ما میبینیم متاسفانه در اجرا و یا تدبیق کمکاری های صورت میگیره و در بسیار موارد اصلا کار صورت نمیگیره. از یک کنفرانس تا کنفرانس دیگر اگر ما بررسی کنیم، از جمله فرض کنین 30 تعهدی که یعنی ارائه میشه شریک میشه، ما در کنفرانس آینده 10 تعهد از او عملی شده و 20 تعهد دیگه به مو حالت خود باقی مانده و این میمونه کارخانگی بر کنفرانس بعدی. تشکر. وقفه داریم بیننده های عزیز. سلام مجدد به دامین برنامه نگرش، خوش اومدید. خانم یفتلی، حالا حکومت افغانستان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میاد و نقد خودی میکند، میگه حکومت وحدت ملی در تعهداتش بر زنان ناکام بوده یا ناکام مانده. این نقد خودی چی پیامدهایی را میتونه داشته باشه و تا چه زمانه باید نقد کنیم و کار نکنیم؟ خب من فکر میکنم که زمانی که نقد صورت میگیره ذهنیت ها برای پذیرفتن نقد وجود داشته باشه. وقتی که ما نقد یکی از راه های رسیدن به ترقی و تعالی و پیشرفت نقد است، پذیرفتن نقد. زمانی که ما نقد پذیر باشیم، انتقاد بپذیریم، طبعا این راه را میگشه برای از اینکه ما پیش بریم. اما وقتی که رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی میاد خود نقد میکنه، به عوض کسای دیگه که اینا بیان نقد کنن در حال کنه سمت اجرایی دارن، باز سرنوشت به کجا کشونده میشه؟ یک طرف مثلا برمیگرده به مو برداشتای خودشان، ولی آنچه را که ما برداشت میکنیم ایست که نقد ای بسیار خوب است. وقتی که خود رئیس اجرایی میایه و خود نقد میکنه، ای اگر ما مثبت ببینیم میتونه که درها را باز کنه بر برنامه ریزی های آینده. یعنی ما تا اینجا ناکام بودیم، ولی ما میپذیریم که ما ناکام بودیم، زیاد موفق نبودیم، ولی ما به تلاش ادامه میدیم. ما میخواییم که بیشتر برنامه ریزی داشته باشیم، بیشتر پلان بگذاریم در این قسمت و با طرح و تدوین و تطبیق برنامه های بسیار مشخص در قسمت حضور زنها و خصوص در سیاسی بتانیم که ناکامی ما را جبران کنیم. آنچه را که در گذشته وعده کرده بودیم و نتونستیم به او دست پیدا کنیم، با طرح برنامه ها در آینده مثلا دمی یک دو سال که باقی مانده بتانیم که به تعهدات ما عملی کنیم و ناکامی های ما را جبران کنیم. و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میاد و میگه که نقش زنان در عرصه صلح باید معنادار شود، یعنی به نحو از آنها اکنون سمبولیک است. اما رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میاد میگه که نقش زنان در این شورا سمبولیک نیست. مردم برای حرف کدام یک اعتماد کنند؟ آنچرا که ما در بیانیه سیاسی زنها گنجانیده بودیم، حضور بعد از اینکه ساختار شورای عالی صلح تغییر کرد و یک تعداد زنهایی که یعنی توانایی داشتن به این شورا راه پیدا کردن، ولی مصاحبه هایی را که ما داشتیم متاسفانه زنها حالا هم نقش بسیار مؤثر در تصمیم گیری های شورای عالی صلح ندارن و او برمیگرده به مو ترکیب که در شورای عالی صلح حاکم است و از جناهای مختلف اعضاب مختلف مخالف و همچنان حتی بعض نهادهای افراطی که مثلا ما نماینده طالبان هم در شورای عالی صلح داریم و این خودش برمیگرده به اینکه زنها نقش بسیار خوب و مؤثر در تصمیم گیری های شورای عالی صلح نداشته باشند. و حتی متاسفانه ما را باید بگویم که دو اجلاسی که ماه گذشته در مورد صلح به افغانستان تدویر شد، زنان شورای عالی صلح حتی از ای که کی به نمایندگی از شورا به این مذاکرات شرکت میکنه، به این برنامه ها شرکت میکنه، با خبر نبودن، چی برسه به این به ای که اینا هم خودشان یکی از پس به حرفای دکتر سید عبدالله شما مورد تایید میگذارید؟ بله، ولی متاسفانه زنها نقش بسیار مؤثر در تصمیم گیری های شورای عالی صلح ندارن، ولی ما امیدوار هستیم و این را پیشنهاد میکنیم که در قسمت توانمندی بیشتر زنها کار صورت بگیره تا زنهایی که حضور دارن در شورای عالی صلح واقعا بتانند نمایندگی کنن از زنهای افغانستان و حضور داشته باشند در مذاکرات صلح، در برنامه های صلح، تا اینکه نتایج اون مذاکرات و یا برنامه ها تاثیر سو بالای زنهای افغانستان و دستاوردهای را که زنهای افغانستان در 1.5 دهه گذشته داشتن نداشته باشه. پس چرا
رئیس دارانشای شورای عالی صلح افغانستان میاد و پنهانکاری میکنه. خب این که یعنی خب تا جایی که من فکر میکنم بر از اونا این که امروز یک تعداد زنها حضور دارن و این زنها از زنهایی که در ساختار قبلی شورای عالی صلح بودن اینا صدا دارن، آواز دارن و میخواین که مداخله کنن، میخواین خودشان نقش داشته باشن. این میتونه که یک دلیل باشه برای که رئیس دارانشای شورای عالی صلح ایران نمیپذیره که زنها حضور و یا که نقش سمبولیک ندارن در شورای عالی سال. ولی امو وضعیت نه. امو ذهنیت ها در شورای عالی سال خودش طبعا تأثیر گذار است بالای حضور زنها و نقش زنها در تصمیم گیری های شورای عالی سال. بله، و فکر میکنه چه زمان حکومت افغانستان حاضر خواهد شد که اون چیزی که وعده میکنه و آنچه که حق زنان است بیاد برشان بده در افغانستان؟ این برمیگرده که مردم افغانستان چقدر صدا دارن. اگر ما یعنی مردم اشاره افغانستان، شما از مردم افغانستان مرد و زن است یا تنها زنان؟ بله. چون من فکر میکنم تنها زنها نیستن که مسئولیت دادخواهی را داشته باشن و مسئولیت زیر داشته باشن که حکومت پاسخگو بسازن. اگر تمام شهروندان افغانستان واقعا صدا داشته باشن در برابر مشکلات، در برابر نابسامانی ها و بی‌عدالتی هایی که از طرف سران حکومت اعمال میشه، اگر بی‌تفاوت نباشن و می فرهنگ بی‌تفاوتی که متاسفانه امروز در افغانستان بسیار گسترده شده و اکثریت مردم افغانستان یک نوع معافیت پیدا کردن در مقابل حق تلفی، در مقابل جنایاتی که صورت میگیره و در مقابل شهید شدن هزارها شهروند بیگناه که امروز ما مثلا متاسفانه هر روز ده ها نفر ما شهید می داشته باشیم، اگر وضعیت به این شکل پیش بره، من فکر میکنم امید از این که ما یک روز حکومت پاسخگو داشته باشیم و حکومت آنچه را که وعده میکنه تطبیق بکنه، این امید که یعنی زیاد نمیتونه که امید و یقین باشه. ولی اگر مردم واقعا خودشان برای حق خودشان و به خاطر حق سایر شهروندایشان تلاش کنند، دادخواهی داشته باشند و من حیث یک قوی فشار بالای حکومت اعمال نفوذ کنند، طبعا حکومت هم پاسخگو میشه و بالاخره آنچه را که تعهد میکنه نظر به امو وعده نظر به جوابگویی که به نسبت به مردم داره و از یک بیم و هراس میتونه داشته باشه، طبعا حکومت ها هم میتونن آنچه را که تعهد میکنن عملی کنن. بله، و در قسمت دیگر از صحبت های خود آقای عبدالله گفت که حضور زنان در نظام نمادین نه، بلکه به اساس ظرفیت هایشان است. با این دیدگاه چقدر موافق هستین؟ چون چند لحظه پیش هم بالای ظرفیت ما شما باز داشتیم، اما رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگه که حضور زنان به اساس ظرفیت هایشان است. خب ما با این کاملا موافق نیستم. زنهایی که امروز در رهبری حکومت قرار دارن همگیشان ظرفیت های لازمه ندارن. خب و این هم نمیتونیم چشم پوشی کنیم که همگی دارای ظرفیت های بسیار خوبی هستن و میتونن به شکل واقعی نمایندگی بکنن. ای که چی تعداد از این زنها به ظرفیت هایشان رفتن به این پست ها انتخاب شدن و چی تعداد این زنها نظر به مو تقسیمات 50-50 که متاسفانه در حکومت وحدت ملی وجود داشت به او به اساس امو تقسیمات رفتن و ظرفیت و تواناییشان در اوجا مد نظر نبوده، یعنی نمیتونیم از این چشم پوشی کنیم، یک واقعیت آشکار است. ولی آنچه را که ما پیشنهاد میکنیم ایست که زنایی که ظرفیت لازم ندارن، خوب است در قسمت ظرفیت پروری و در قسمت توانمندسازی این زنها هم کار صورت بگیره. خب این کار کی باید انجام بده؟ این کار به نظر من حکومت باید شامل برنامه ها بسازه، به یک مقدار بودجه را در مگر ما زنان با ظرفیت در افغانستان نداریم؟ این بسیار خوب است که زنایی که با ظرفیت هستن اونا انتخاب شوند، ولی زمانی که یک زن با ظرفیت انتخاب نمیشه و زنی را که ظرفیت های لازمه نداره انتخاب میشه، خوب است به جای اینکه ما انتقاد کنیم و همیشه کوشش کنیم که در هر جای مثلا زبان زده همگی باشه، برنامه های وقتی که استخدام شد، وقتی که حکومت وحدت ملی استخدام کردی خانم ها را انتخابشان کرده، خوب است که در قسمت ظرفیت پروری شان منابع و امکانات به خرج بدن، در بودجه ملی یک مقدار پول که متاسفانه ما در بودجه هیچ وزارت به نام بودجه جنسیتی ما نداریم، یک لاین مشخص نداریم و اگر ما اینمی امکانات و در اختیار این زنها قرار داده شود، من مطمئن هستم که در یک سال اونا میتونن ظرفیتشان رو بسیار بلند ببرن و امو توانایی لازم کسب کنن. پس حکومت افغانستان میاد به کار دو کار انجام باید بده، یک کار را دو کار باید کند. اولی که زنان که ظرفیت نداره تو نارمی انتخاب میکنه، پس از او برای اونها یک سال باید ظرفیت اندازی کنه یا بالاخره کورس هایی را بگیرد کنه ظرفیتشان بالا بره.
ای به نظر ما نیاز نیست که دکار صورت بگیره. خب دکار صورت میگیره. بله نیاز نیست که دکار صورت بگیره. چون ما باید زنان بازرفیت داره در افغانستان. بله در شروع باید انتخاب درست باشه. کسای را زنهای را که توانایی نه تنها زنها مردای را که توانایی بسیار خوب دارن باید اونا انتخاب شون به جای مردهایی که توانایی لازم ندارن. تجربه تخصص تواد باید در نظر گرفته شه. ولی و بس اینکه چقدر امو یعنی توانایی مدیریتی دارن در راست قرار میگیرن چقدر توانایی مدیریتی و رهبری دارن باید در شروع این موضوعات در نظر گرفته شود که کار یک باره به گفته شما دوباره نشوند ولی اگر همچو اشتباهی صورت میگیره خوب است که دوباره ظرفیت پروری شود. تشکر. وقفه داریم. سلام مجدد به ادامه برنامه نگرش خوش آمدید خانم یفتدی. حالا ما یک وزارت داریم به نام وزارت امور زنان. مسئولیت این چی است؟ چه کارهایی کرده در قسمت بهتر ساختن وضعیت زندگی مردم زنان افغانستان و آیا موفق بوده یا خیر؟ آنچه را که خب اما بعد از اینکه وزارت امور زنان تأسیس شد لایحه وظایف از اینا پالیسی سازی بود و ما یعنی بیشتر از 1.5 دهه هست که وزارت امور زنان در قسمت پالیسی سازی کار میکنه. یکی از مواردی که ما همیشه بالای از اون مکس داشتیم و پیشنهاد داشتیم همیشه این بوده که ما برایم دیگه از حالت پالیسی سازی مثلا ما 16 سال هر پالیسی که نیاز بود ساخته شد و ما وزارت امور زنان نیاز است تا به یک وزارت اجرایی تبدیل گردد تا اینکه به وزارت پالیسی سازی و این اما وظیفه پالیسی سازی به وزارت امور زنان سبب شده که در اکثر موارد وزارت امور زنان نه چون از قدرت اجرایی برخوردار نیست. این پالیسی ها چه زمان تطبیق می شود؟ چرا در وضعیت زندگی زنان افغانستان تغییرات نیامده؟ ای که خب هر پالیسی زمانی که تدوین میشه و بعد از اینکه نهایی میشه و تطبیق میشه باید تو تطبیق شه. مثلا همون روند خود داره که یک ماه پس دو ماه پس سه ماه پس پالیسی باید تطبیق شه و ما در هر عرصه در هر بخش به پالیسی ها نیاز داریم. میره نمیتونیم که ما زی چشم پوشی کنیم که نیاز به پالیسی نیست. قوانین و پالیسی ها بنابر همون نیازمندی های یک جامعه میشه تدوین میشه و تطبیق میشه. ای که 15 سال وزارت امور زنان آمد پالیسی سازی کرد و به یک وزارت پالیسی ساز است پالیسی ساخته. زمان اجرای کردن این پالیسی ها چه زمانه می باشه؟ چه زمان خواهد رسید؟ موضوعی که همیشه ما به او تاکید داشتیم ایست که وزارت امور زنان باید از حالت پالیسی سازی بیرون برای و به حالت اجرایی در بیاید. یعنی من موافق هستم با شما که پالیسی ها را ما تدوین کردیم، پالیسی های بسیار خوب داریم و حال وقت از ایست که وزارت امور زنان در تطبیق از پالیسی ها خودش پیشگام شود. در بسیار موارد پالیسی ها و مو اسناد تقنینی را که وزارت امور زنان تدوین میکنه اجرا کننده وزارت امور زنان نیست و دیگر نهادها مثلا دیگر وزارتخانه ها دیگر مراجع باید پالیسی ها را اجرایی بکنن یعنی تطبیق بکنن و ما هم همیشه تاکید مایی بوده که بس است همقدر پالیسی دیگه به پالیسی نیاز نیست و خوب است که از حالت پالیسی سازی به حالت اجرایی در بیاییم و پیشگام باشیم در قسمت اجرای پالیسی هایی که هم خود وزارت امور زنان تدوین میکنه و هم سایر نهادها و مراجعی که تدوین میکنه وزارت امور زنان یک وزارت پیشگام باشه در تطبیق پالیسی. بس باید تطبیق کنه و حالا یک تعداد از نهادهایی داریم در قسمت حقوق زنان کار میکنن. خب چقدر اینا تونستن با توجه به این مسئله که اینا فنها و بالاخره پولای هنگفت را از کشورهای کمک کننده میگیرن اما آیا کار کرد اینا بالاخره تغییری در زندگی زنان افغانستان آورده یا خیر؟ ما فکر میکنم امروز تغییری را که ما در زندگی زن افغانستان میبینیم یک فیصدی بیشتر از این برمیگرده به تلاش و کارکردهای نهادهای مختلفی که در قسمت حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان کار میکنن. پس سازی است از عمل کرد موارد یکی از موضوعات را که رئیس اجرایی به او اشاره کرد امی بود که وضعیت فعلی و حضور زنها امروز به هر حالت که است برمیگرده به تلاش ها کوشش ها و دادخواهی هایی که خود نهادهای مختلف برای داشتن و یعنی ای که یعنی از این وضعیت اگر راضی هستیم یا نیستیم یک بحث است ولی آنچه که امروز ما داریم آنچه را که ما یک موضوع یک عنوان به نام دموکراسی یا مردم سالاری ما داریم امروز همگیش نتایج دستاوردها و کارکردهای امین نهادهای است که در راستای حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان فعالیت می‌کنند. تعهدات خود حکومت وحدت ملی در کل حکومت افغانستان یا حکومت قبلی و در همچنان وزارت امور زنان هیچ کاری نکرده.
این دستاورد همش مربوط میشود به نهادهای یک فیصدی بیشتره. این دستاورد ها برمیگرده به تلاش ها و دادخواهی های امین نهادها. دو بحث است، یکی ما بحث اجرایی داریم و یکی دادخواهی داریم. اجرایی زمانی که شما ما تطبیق میکنیم، کار میکنیم که نهادهای مختلف مدنی در افغانستان قدرت و صلاحیت اجرایی ندارن، ولی بس دیگه بحث دادخواهی و نظارت است که این میتونه بسیار مؤثر باشه. زمانی که نظارت از کارکردهای حکومت وجود داشته باشه و یافته های نظارت با حمایت کننده های افغانستان و مردم افغانستان شریک بسازه، طبعا او تغییر ایجاد میکنه در وضعیت حکومت و در زندگی مردم. و بحث دیگه هم امو بحث دادخواهی است که هرقدر ما امروز دادخواهی نهادهای مختلف در افغانستان سبب شده که ما حداقل حکومت تعهد داره به حضور 30% زنها در رهبری و یا ای که مثلا حضور زنها در شورای عالی سال و یا ای که حضور زنها در شورای ولایتی و یا ای که پارلمان. طبعا اگر امید دادخواهی ها نمی بود، امروز هیچ تعهد نظر به وضعیت که افغانستان داره و نظر به مو دید سنتی و افراطی که متاسفانه اکثریت مردم افغانستان به او معتقد هستند، ما نمیتونستیم که هیچ تغییر و هیچ نشانی از حضور زنها در عرصه های مختلف نمیتونستیم که ببینیم. اما نقدی که بر عملکرد این نهادها است، وضع این است که نهادها اکثریتشان میان برخورد پروژه‌ای دارن، اینا برخورد پروسه‌ای ندارن. با این نقد چقدر موافق هستین؟ اینا پول میگیرن، زمانی که پولشان تمام میشه همه چیز راه میشه، منتظر هستن دوباره فن بگیرن باز پس از صفر شروع کنن. خب متاسفانه این یک مشکل است و که یعنی این تقصیر ایجادگاه از نهادهای مختلف نیست، تقصیر از امو حمایت کننده هایی است که برنامه ها را قسم اونا طرح می کنند که این برنامه ها به شکل مقطعی باشد، چون در بسا موارد شاید بس میپذیرین که نهادها پروژه کار میکنن، نه پروژه. یک تعداد نهادها به شکل پروژه کار میکنن، ولی یک تعداد زیاد نهادهایی را که مثلا ما با اونا شناسایی داریم، اما هنگی داریم، همکاری داریم، نهادهایی هستند که بدون هیچ پروژه هم اونا آنچه را که مسئولیت دارن من هست یک شهروند و به مو مسئولیت عمل میکنه. نه اکثریت نه اقلیت، ما میتونیم یک چیز بین البین بگیم. نه 50-50 حکومت وحدت ملی. بله. مثلا من میتونم یک مثال امروز شما شریک کنم. ما نهادی که ما هستیم، ما در بسیار موارد پروژه نداریم و کارهایی را که ما میکنیم بدون پروژه رضاکارانه و داوطلبانه، تنها برای بهبود وضعیت شهروندا و به خاطر تامین حقوق بشری افراد در افغانستان ما انجام میدیم. بله. خب نهاد شما دقیقاً در قسمت زنان و کودکان فعالیت میکنه. حالا بریم از زنان بگذریم بر کودکان بیاییم. چقدر وضعیت زندگی برای کودکان در افغانستان مساعد است و در چه حالت اینا قرار دارن؟ متاسفانه امروز کودک های افغانستان با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند. چه مشکلاتی که در خانواده است، چه مشکلاتی که در اجتماع است و چه مشکلاتی که ناشی میشه یا برمیگرده از ساختار موجود در افغانستان. و مثلا مواردی را که منافع اولیای طفل است و او در کنوانسیون حقوق طفل هم برش تذکر داده و دولت افغانستان هم در قانون اساسی افغانستان که خود متعهد به تطبیق و عملی کردن کنوانسیون ها و یا میثاق هایی که دولت به او الحاق شده دانسته، ولی متاسفانه امی حمایت ها و سهولت ها برای کودک های افغانستان فراهم نیست. مثلا ماده 54 قانون اساسی افغانستان دولت موظف می سازه بر حمایت از خانواده ها و خانواده ها زن ها مادر ها و طفل ها را گفته، ولی امروز کودک های افغانستان امی حمایت های لازم ندارن و این سبب شده که آمار اطفال که تگدی می کنن بسیار افزایش پیدا کنن. آمار اطفال کارگر بخصوص کارشاخه بر کودک ها در قانون کار افغانستان منع شده، ولی امروز یک تعداد زیاد کودک هستند که اینا چون امو تمویل خانواده هایشان به عهده دارن مجبور میشن که تن به دست به کارهای شاقه بزنن که طبعا تاثیر میگذاره هم بر رشد کودک و همی که مانعی است بر ادامه ای که یک کودک تحصیل کنه و بره آموزش ببینه. خب متاسفانه این مشکلات است. کودک های ما امروز چی دختر چی پسر به امکانات آموزشی یعنی یک اکثریت چند دسترسی ندارن، به امکانات صحی دسترسی ندارن، امکانات تفریحی را ما بسیار دور میگذاریم و مثلا در بسیار موارد دسترسی به عدالت یک از چالش هایی است که میتونه امروز کودک های افغانستان به اون مواجه هستن و همه روزا دچار میشن. بازم بیایم بر زنان، برای تغییر وضعیت زنان در کوتاه مدت و دراز مدت حکومت افغانستان چگونه باید برنامه ریزی کنه یا چی برنامه های را باید طراحی کنه؟ من فکر میکنم که اگر برنامه دقیق برای
مشارکت زنها از سوی حکومت وحدت ملی تدوین شوه و آنچه که مهم است از برنامه کرده و نظر ما تطبیق برنامه است و متحد بودن به اینکه این برنامه تطبیق میشه، هرگز برنامه دقیق طرح‌ریزی شوه و بعد از او امو بند به بند برنامه تطبیق شوه، عملی شوه، این میتونه که مؤثر باشه. مثلا یکی از موارد را که در قسمت مشارکت زنها ما داشتیم، زمانی که میثاق شهروندی اعلان شد، امروز روزی که نشر میشد، یکی از تعهدات رئیس جمهوری بود که نقش 50% بر زنها در تطبیق و شامل بودنشان در میثاق شهروندی سپرده میشن، ولی متاسفانه تا امروز آمار در دست نیست کمی سهمیه بر زنها داده شد نشد، چقدر فیصدی از امو سهم 50% چقدر زنها توانستن آیا سهمیه داشته باشن و یا نه، و همه قسم سایر موارد است. برنامه دقیق، تعهد به تطبیق برنامه دقیق، تعهد به تطبیق برنامه یک از موارد است که میتونه که حکومت وحدت ملی را موفق بسازه به خاطر حضور فراگیر زنان در عرصه سیاسی در آینده. تشکر خانم یفتلی از حضورتان در بحث ما. تشکر شما. بنده عزیز تشکر شما هم. تا برنامه بعد شما را به الله بنیاز بسپارم.